شعور از دهه 1990 بیش از گذشته مورد توجه محققان و تئوریسین‌های حوزه‌های مختلف از فلسفه تا نوروساینس و علوم پایه قرار گرفته و تئوری‌های متعددی در تعبیر و تفسیر آن ارائه شده است. محمد علی طاهری بیش از 4 دهه است که نظریات منحصر به فردی را در حوزه شعور به عنوان یکی از 3 جزء سازنده جهان هستی در کنار ماده و انرژی مطرح کرده است. از جمله تئوری وجود و عملکرد میدان‌های شعوری طاهری که در پژوهش‌های استاندارد و تکرارپذیر آزمایشگاهی در سطح مواد، سلول‌ها و موجودات زنده بررسی و اثبات شده است. او علم نوین بررسی شواهد تاثیرگذاری شعور بر دنیای ماده و انرژی را ساینس فکت نام نهاده است. کازمو اینتل مرکز اصلی پژوهشی علم جدید ساینس فکت می باشد. مؤسس این مرکز تحقیقاتی محمد علی طاهری محقق و مبتکری است که به واسطه نظریه‌های خود از جمله شعور عضو سازنده جهان هستی، میدان‌های شعوری و شبکه شعور کیهانی شناخته شده است. شعور بر اساس نظریه محمد علی طاهری یک عامل غیر فیزیکی یا غیر مادی و غیر انرژیایی پایه و اساس شکلگیری و ایجاد جهان فرکانسی یا ماده انرژی است که او آن را شعور می نامد. شعور نه ماده است و نه انرژی. از این رو نمی توان آن را از طریق مفاهیم فیزیکی یا معادلات و غیره توضیح داد و شناخت. اما می توان نتایج استفاده از میدانهای شعوری را شناسایی و تحلیل کرد. مؤسسه تحقیقاتی کازمو اینتل این وظیفه را به عهده دارد. مطالعه و تجربه میدانهای شعوری. میدان‌های شعوری یکی از دستاوردهای استفاده از CCN یا شبکه شعور کیهانی است. شعور از طریق میدان‌های مشخصی که میدان‌های شعوری نامیده می‌شوند بر ماده و انرژی اثر می‌گذارد. بر اساس تئوری طاهری، میدان‌های شعوری زیرمجموعه‌ای از شبکه شعور کیهانی هستند و برای مثال فرادرمانی یکی از میدان‌های شعوری متعدد بوده و با تأثیرگذاری درمانی در سطح بدن انسان به عنوان یک طب مکمل توسط محمد علی طاهری پیشنهاد و معرفی شده است. تفاوت عمده بین تئوری میدان‌های شعوری با دیگر مفاهیم تئوری ارائه شده در رابطه با شعور، امکان کاربرد و استفاده عملی از میدان‌های شعوری در تحقیقات استاندارد و تکرارپذیر آزمایشگاهی است. این میدان‌ها قابل اعمال بر همه موجودات زنده و غیر زنده از قبیل گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسم‌ها، مواد و غیره هستند. نحوه اثرگذاری اثرگذاری میدان‌های شعوری با اتصال به شبکه شعور کیهانی و با واسطه ذهن اعلام کننده یعنی فرد آموزش دیده‌ای که میدان‌های شعوری به او تحفیز شده است آغاز می‌شود. ذهن انسان در ارتباط با شبکه شعور کیهانی و شروع عمل کرده میدان‌های شعوری تنها نقش واسط یا اعلام کننده اتصال را ایفا می‌کند. در طی اعلام یا نظر، صرفاً رابطه بین موضوع مطالعه و شبکه شعور کیهانی فراخوانی می شود. می توان گفت اعلام کننده در فرایند کار شعوری مداخله کاربردی ندارد و تنها یک واسط می باشد و عملکرد اصلی در نتیجه کارکرد میدانهای شعوری به دست می آید. در اتصال ذکر شده بین انسان و موضوع مطالعه با شبکه شعور کیهانی، پیوند شعوری بین اجزا و شبکه شعور کیهانی برقرار شده و اجزا تحت اسکن قرار می گیرند و به دنبال آن آثار این پیوند شعوری آشکار می گردد. با توجه به اینکه علم رایج به بررسی ماده و انرژی می‌پردازد، به منظور بررسی اثرات این میدان‌های غیر مادی و غیر انرژیایی، رشته جدید ساینس فکت توسط محمد علی طاهری در سال 2020 تعریف شد. نقطه اشتراک علم رایج و ساینس فکت در تجربیات آزمایشگاهی تکرارپذیر قابل تجربه در سطح دنیای ماده و انرژی است. پایه‌ریزی تحقیقات اولیه شعور بر اساس سلسله مراتب فرض، حکم و برهان صورت گرفته که در آن فرض اولیه شکل‌گیری کیهان از جزء سومی متفاوت از ماده و انرژی به نام شعور است. حکم وجود شعور و میدان‌های شعوری که می‌تواند توسط اثراتش بر روی ماده و انرژی اثبات شود. برهان
تأیید علمی اثرات میدانهای شعوری بر ماده و انرژی مطابق حکم تعیین شده است که از طریق انجام آزمایش‌های علمی تکرارپذیر مختلف انجام می‌شود. آزمایشات در قدم اول بدون پرداختن به چگونگی و مکانیزم این اثرگذاری تنها به اثبات اثرات میدانهای شعوری در مطالعات تجربی می‌پردازد که می‌توان آن را فاز صفر مطالعات نامید و در فازهای 1، 2، 3 و 4 به ترتیب به تنوع اثرگذاری میدانها، بررسی چرایی و چگونگی عملکرد آنها و نتیجه‌گیری‌های کلان خواهیم پرداخت. در حال حاضر در موضوعات مختلف محققان به بررسی اثرات میدان شعوری پرداختند، از جمله فیزیک، شیمی، فیزیولوژی گیاهی، میکروبیولوژی سلولی و مولکولی، روانشناسی، مطالعات بالینی و غیره. اندازه‌گیری اثر بخشی به منظور سنجش اثر بخشی میدان شعوری، پژوهش‌ها به صورت دو سرکور انجام می‌شود. به این معنی که پارامترهای مورد نظر برای تعیین اثر بخشی میدان شعوری توسط محققان ناآشنا با میدان شعوری اندازه‌گیری می‌شود و همچنین فردی که اتصال را برقرار می‌کند با جزئیات این مطالعه ناآشنا است. این محققان به شکل مقایسه‌ای میان نمونه‌های تحت تأثیر میدان شعوری و نمونه‌های کنترل یا شاهد اندازه‌گیری را انجام می‌دهند. حوزه‌های مورد مطالعه در ساینس فکت برای اثبات اثرات میدان‌های شعوری این حوزه‌ها بوده است: شیمی و فیزیک مواد و اتم‌ها، مهندسی مواد و پلیمرهای معدنی و آلی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، میکروب شناسی، فیزیولوژی گیاهی، مطالعات انسانی از قبیل روانشناسی پایه و بالینی و مطالعات بالینی از جمله اثر فرادرمانی بر بیماران کووید بستری در ICU بیمارستان. برخی از مطالعات در حوزه موجودات زیستی و یا مطالعه مستقیم در سطح مواد مختلف در آزمایشگاه صورت گرفته است که در اینجا تنها به موضوعات این تحقیقات انجام شده می‌پردازیم. جزئیات تمامی این آزمایشان در ژورنال کازمو اینتل و برخی ژورنال‌های بین‌المللی به چاپ رسیده است. نتایج پژوهش‌های انجام شده در این حوزه‌ها همگی اثرگذاری میدان شعوری را به اثبات می‌رسانند. کیهان‌شناسی شعوری، معرفی کالبد ذهنی در ماده بر اساس شواهد تجربی آزمایشگاهی، بررسی رفتار مغز انسان و پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب تحت تأثیر میدان شعوری فرادرمانی، مطالعات این ویترو و این ویوو اثر میدان شعوری فرادرمانی بر بیماری آلزایمر، اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رشد جمعیت باکتریایی و مقاومت آنتیبیوتیک میکروب ها، بررسی اثر میدان شعوری طاهری بر برخی سیستم‌های زیستی و زیست تقلید، اثرات میدان‌های شعوری طاهری بر زنده‌مانی و رفتار رده‌های سلول سرطانی، مطالعات این ویترو، اکس ویوو و این ویوو، اثرات میدان‌های شعوری بر COVID-19، بررسی تغییرات ساختار و رفتار مواد تحت تأثیر میدان‌های شعوری طاهری، بررسی مقایسه‌ای اثر بخشی میدان‌های شعوری طاهری و تئوری ذهن بر اختلال شخصیت مرزی، مطالعات این ویترو و این ویوو اثرات میدان شعوری فرادرمانی بر ویروس‌های مختلف، وحدت وجود کلمه، مقایسه ای در تعاریف هوش در روانشناسی و سایمنتولوژی. ژورنال علمی کازمو اینتل، اولین ژورنال در مورد تحقیقات در حوزه شعور. ژورنال کازمو اینتل در سال 1400 شمسی مصادف با 2022 میلادی بنیان نهاده شد. کازمو اینتل یک ژورنال چند رشته ای با دسترسی آزاد است که بر تحقیقات مربوط به حوزه شعور تمرکز دارد. این ژورنال به شکل متوالی انتشار می‌یابد تا امکان به جریان انداختن انتشار حجم وسیعی از تحقیقات انجام گرفته و ارسال شده توسط محققین در این حوزه را فراهم نماید. دسترسی به ژورنال کازمو اینتل برای همه کاربران رایگان است. برای اطمینان از دریافت و به‌روزرسانی شماره‌های منتشر شده و اخبار مربوطه، امکان ثبت نام در سایت فراهم خواهد شد.
این ژورنال بر انتشار نتایج پژوهش‌های علم ساینس فکت تمرکز دارد و توسط مؤسسه تحقیقاتی کازمو اینتل منتشر می‌شود. به این منظور از حضور محققین در تیم علمی و تخصصی بر اساس تخصص در زمینه‌های مختلف علمی استقبال می‌شود. اگر می‌خواهید بخشی از تیم پژوهشی بررسی میدان‌های شعوری در علم ساینس فکت باشید، لطفاً رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کرده و منتظر تماس باشید. kazmointel.com